سلام دوستان، وقت بخیر. این جلسه رو شروع میکنیم، جلسه اول مبدل ADC. بریم ببینیم که این مبدل ADC چی هست و ساختارهای داخلیش به چه شکلی هست. همینجوری که توی جلسات قبل مبدل DAC رو اومدیم بررسی کردیم و میتونید وارد سایت آپارات بشید و تو این قسمت مبدل DAC رو برید ببینید. حالا اینجا همینجوری که گفتیم، ما هدفمون این بود که یه دیتا رو از بیرون حالا تراشه دیجیتالمون، میتونه FPGA باشه یا یه میکروکنترولر، بگیریم و حالا پردازش کنیم. اگرم نیاز شد یک خروجی آنالوگ اعمال کنیم. حالا مثلا ADC میتونه دما رو بره بخونه، دمای محیط رو بخونه، این پردازش کنه، خروجی دیگه DAC نباشه، مثلا یه رله رو قطع وصل کنه، یا حالا کارهای دیگه رو میتونیم به این شکل انجام بدیم، مثلا رطوبت رو بخونیم، دما رو بخونیم، یا هر چیز آنالوگی، مثلا یه ولتاژ رو بخونیم. اگر ولتاژ بیش از حد زیاد شد بتونیم خروجی رو قطع کنیم، یا مثلا توی کنترل فاز بتونیم فازها رو تشخیص بدیم، مثلا ولتاژشون چقدره، یا مثلا توی یه خطی آمپری که داره عبور میکنه توی یه سیم ببینیم چقدره. اینا همه با کمک ADC انجام میشه و کاربردهای خیلی زیادی داره، هم توی پردازش استفاده میشه، هم توی اندازه‌گیری و کنترل و ابزار دقیق و اینها. اما بریم ببینیم که ساختار مبدل های ADC به چه شکلی هست. مبدل ADC یکی از ساده ترین ساختارهاش ساختار SAR هست، Successive Approximation Register. بریم این ساختار رو با هم بررسی کنیم، ببینیم به چه شکلی خواهد بود. خب من اولین کاری که انجام میدم توی گوگل SAR ADC رو می نویسم که همین مخففش رو برای من بیاره. این SAR ترکیبی از یه DAC، یک مقایسه گره و یک ریجیستر. حالا اینو با هم بریم شبیه سازی کنیم، ببینیم که عملکردش به چه شکلی است. من اینو توی نرم افزار پروتئوس آماده کردم. حالا اگر اجراش کنیم، اینو که خب میشناختید، ساختار آرتوار DAC بودش که وقتی ما این ورودی ها رو بدیم یه خروجی ولتاژی اینجا ایجاد میشه. مثلا دیدیم وقتی اینو یک کنیم نصف ولتاژ رو اینجا میگیریم، 2.5 ولت رو اینجا میگیریم، یا مثلا این 1.25 ولت بودش. حالا من اینجا یه دونه ولوم گذاشتم که بتونم ولتاژ رو تغییر بدم. فرض میکنیم این ورودی ADCه، این ورودی ADCه وارد این مقایسه گره شده. الان ورودی منفی 1.65 ولته، ورودی که دادیم به ADC، و این DAC هم فعلا صفر رو داره میده، ولتاژ صفر رو داره به مثبت میده. خب طبیعتا منفی ولتاژش بیشتره، 1.65 ولته، و وقتی این دوتا با هم مقایسه بشه چون منفی بیشتره خروجی رو صفر میکنه. حالا این مدل کامپریتور نیاز داره که یه پول آپ هم توی خروجی بذاریم که خروجیش در حالت فلوت قرار نگیره. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ بیت پر ارزش این بود دیگه، اینو یک میکنم. اینجا چه ولتاژی ما میبینیم؟ 2.5 ولت رو داریم میبینیم، و وقتی 2.5 ولت رو میبینیم از 1.65 چیه بیشتره و خروجی ما شده 5. خب ما تشخیص میدیم که خروجیمون 5 شده. الان خروجیمون دو حالت بیشتر نداره، یا صفر یا 5ه، که بستگی داره کدوم از کدوم بزرگتر باشه. خب پس نتیجه میگیریم که این دیتای ADC اشتباهه، این نیست، 2.5 ولت نیست. اینو صفر میکنه، میریم سراغ بعدی رو من یک کردم. اینجا 1.25، خب 1.65 چیه بیشتر از اینه. الان به این نتیجه میرسیم که این بد باشه، این بد یک باشه، جزء دیتای ADC ما هستش. و این یکی رو من میرم یک میکنم، بغلی این رو، ولتاژ شد 1.875
که بازم میفهمیم این غلطه، این نباید یک باشه، اینو صفر میکنیم پس این میمونه دیگه، اینو الان یک میکنه. اینجا ولتاژ شد چی؟ 1.56، ولی 1.65 خروجی ما هنوز 5 نشده، پس متوجه میشیم اینم باید یک باشه. بیت بعدی رو میرم یک میکنم، وقتی یک بشه این میشه 1.71، دوباره شد 5، پس به این نتیجه میرسم اینم نباید یک باشه، اینم صفر میکنم. میرم بیت بعدی رو یک میکنم، الان شد 1.64، خروجی ما همچنان چیه؟ صفره. پس اینم جزء دیتای ما هست. بیت بعدی رو میریم یک میکنیم، دوباره خروجی شد 5 و دوباره به این نتیجه میرسیم اشتباهه، بیت بعدیش حالا یک میکنیم. و در این حالت ما به عدد 1.66 رسیدیم و ورودی ما چقدر؟ 1.65. به خاطر این بهش میگن چی؟ ساکسسیو اپروزیمیشن، تقریب در واقع متوالی، که ما تونستیم با هی صفر و یک کردن اینها به اون ولتاژ برسیم. حالا این عدده، این میشه خروجی ADC ما، یعنی این دیتای باینری، اگه ماشین حساب ویندوز رو بیارم در حالت باینری، دیتای در واقع صفر یک صفر یک صفر یک صفر یک، این دیتاه یعنی صفر پشتش رو نشون نمیده، معادل عدد 85 میشه. یعنی تو ولتاژ 1.65 ولت ADC ما عدد 85 رو به ما میده. حالا اگر ولتاژ تغییر کنه، خب ما باید این فرایند رو از اول بریم دوباره طی کنیم. مثلا فرض کنید ولتاژ یه عدد دیگه باشه، مثلا 4.05 باشه، در این حالت این اولیه رو یک میکنیم میبینیم تغییری نکرد، دومی میبینیم تغییری نکرد، 3.7، سومی رو مقدار بدیم شد 5، پس این نیست، بعدی هم نیست، بعدی این هست، این هست، این هم هست، این هم هست. یعنی الان ولتاژی که به ما داد معادل چی شد؟ 4.043 شد، که به این ولتاژ اصلی ما تقریبا رسیده. و حالا دیتای معادل این عدد برابر با چی هستش؟ 1 1، حالا من اینو کم بیارم این ورتر، 2 0 1 1 1 1، معادل اینه که میشه عدد 207. یعنی توی ولتاژ 4 ولت به ما 207 میده مبدل در واقع ADC. و ما به همین شکل دیگه میتونیم تو ولتاژ های دیگه بریم این رو حساب کنیم. پس مبدل ADC ساختار داخلیش به این شکل هست که یک DAC میخواد، یک مقایسه‌گر میخواد، ولتاژ ورودی رو داریم و حالا یه مداری که بتونه این بیتا رو صفر و یک کنه. من دستی اینا رو مقدار دادم و توی ADC Successive Approximation یه ریجیستر اینجا هست، یه مدار شیف ریجیستر رو اینا وجود داره، یه همچین حالتی داره که کلاک بهش وارد میشه و این میاد کار خودش رو انجام میده و دیگه در نهایت خروجی رو به ما میده. ولتاژ ورودی هم وارد یه مدار میشه، یه مدار سمپل ان هولد، یه لحظه مثل یه سویچه بسته میشه، یه نمونه از ورودی میخونه و متناسب با اون میاد مقدار دیجیتال معادل رو از ورودی به ما میده. و این مدار سمپل ان هولد برای این هست که ورودی اگه نوسان کرد ما فقط یک نمونه ازش بخونیم و اون نوسانات باعث ایجاد مشکل نشه توی نتیجه تبدیل در واقع ADC. خب این جلسه پس ساختار یه مدل ADC رو با هم بررسی کردیم. حالا جلسات بعد به صورت عمیق‌تر وارد بررسی ADC ها میشیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. لایک و کامنت و سیو و اشتراک و معرفی به دوستان فراموش نشه. تا جلسه آینده خدا نگهدار.